هنگام ایجاد یک مدل به منظور محاسبه آن، شما باید یک استادی اضافه نمایید. در کامسول مولتی فیزیک انواع متعددی از استادی های پیش تعریف شده وجود دارد که شما می توانید از بین آنها انتخاب نمایید. این استادی ها شما را قادر می کند یک شبیه سازی را به سرعت برپا و اجرا نمایید. انتخاب استادی مناسب برای انجام دادن آنالیز مورد نیاز شما و به دست آوردن نتایج و بینشی که شما به دنبال آن هستید مفید می باشد. در این فیلم ما در مورد اینکه شما چگونه باید تصمیم بگیرید که کدام استادی را در شبیه سازیتان استفاده نمایید بحث خواهیم کرد. ما به شما روش های اضافه کردن یک استادی، تغییر تنظیمات استادی و هنگام حل کجا می توانید اطلاعات اضافه راجع به محاسبه مدلتان را به دست آورید را نشان خواهیم داد. بنابراین وقتی که ما یک مدل در کامسول مولتی فیزیک ایجاد می نماییم، اجازه دهید بگوییم از مدل ویزرد استفاده می کنیم. بعد از آن که ابعاد فضا را انتخاب و فیزیک ها را به مدل ما اضافه نمودیم، در این مورد اجازه دهید تنها سالید مکانیکس را اضافه نماییم. سپس ما به پنجره انتخاب استادی راهنمایی می شویم. استادی حلگر یا دسته حلگرهایی که برای محاسبه و حل مدل شما استفاده می شوند را ارائه می دهد. در اینجا شما می توانید ببینید که ما یک لیستی از استادی هایی از پیش تعریف شده که از بین آنها می توانیم انتخاب نماییم در دسترس داریم. اگر روی هر کدام از این استادی ها کلیک نماییم، شما می توانید اطلاعات مربوط به توصیف آن استادی را ببینید. در اینجا شما باید در مورد سوال مدلتان فکر کنید و باید استادی را که به بهترین نحو شما را قادر به پاسخگویی به سوالتان می کند انتخاب نمایید. برای مثال اگر ما یک مسئله ای داشتیم که متغیرها با زمان تغییر می کردند، شاید سازه ما تحت تعدادی بار در یک بازه زمانی مشخص باشد. در آن صورت ما از یک استادی تایم دیپندنت استفاده می نمودیم. یا شاید متغیرهای ما در مسئله با زمان تغییر نکنند. در آن صورت ما از یک استادی استیشنری استفاده می نمودیم. یا شاید ما یک مسئله ارتعاش آزاد داشتیم و می خواستیم مودها و فرکانس‌های طبیعی سازه ما را پیدا کنیم. در آن صورت ما از یک استادی ایگن فریکونسی استفاده می نمودیم. یا اینکه ممکن است سازه ما تحت یک نیرو مثل برانگیختگی هارمونیک قرار گرفته باشد. در آن صورت می توانستیم از یک استادی فریکونسی دومین استفاده نماییم. بنابراین استادی هایی که در این لیست اضافه می شوند همیشه بر اساس فیزیک هایی که شما در مدلتان اضافه نموده اید تغییر می کنند. اجازه دهید بگوییم ما فیزیک متفاوتی در مدلمان داشتیم. شاید الکتریک کارنت داشتیم. در آن صورت ما یک مسئله الکتریکی داشتیم. شما دوباره می توانید ببینید که ما یک لیست بروزرسانی شده از استادی های از پیش معین شده به منظور انتخاب از بین آنها در دسترس داریم. یا شاید ما یک مسئله فلوید فلو داشتیم. دوباره ما چندین استادی از پیش تعریف شده که می توانیم از بین آنها انتخاب نماییم در دسترس داریم و اینها بر اساس فیزیکی هستند که اضافه نموده ایم. لطفاً توجه نمایید ما فیزیک هایی داریم که استادی های مخصوص به خود را دارند، مثل رابط سالید مکانیکس. برای مثال اگر من آن را اضافه نمایم، استادی لینیر باکلینگ استادی اختصاصی شده برای این فیزیک می باشد. یا اگر ما به شاخه ACDC برویم و مگنتیک فیلدز را اضافه نماییم، شما می توانید ببینید ما قادریم استادی کویل جیومتری انالیسیس را به کار ببریم که این یک استادی اختصاصی شده برای رابط فیزیک مگنتیک فیلدز می باشد. بنابراین استادی های از پیش تعیین شده و استادی های اختصاصی شده همیشه با توجه به فیزیک اضافه شده در دسترس می باشند. پس اکنون من کنسل می نمایم تا از مدل ویزرد خارج شوم و اینجا به دسکتاپ کامسول هدایت می شوم، در جایی که مدل آموزشی فرمال براکت باز شده است. شما می توانید این را زیر دکمه ویندوز در اپلیکیشن لایبریز با رفتن به شاخه استرکچرال مکانیکس زیر قسمت توتوریالز و سپس انتخاب و بازنمودن مدل براکت ترمال پیدا کنید. بنابراین اکنون ما تعدادی از استادی ها را مرور کردیم. اکنون اجازه دهید به این موضوع بپردازیم که شما چگونه می توانید استادی را به مدلتان در نرم افزار اضافه نمایید. چند راه برای انجام این کار وجود دارد.